برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان اطلاعات ارتش عراق از بازداشت 6 تروریست در استان صلاح الدین و کرکوک در شمال عراق خبر داد. طبق بیانیه ارتش عراق، این تروریست ها بر اساس اطلاعات به دست آمده و در عملیات نیروهای ویژه سازمان اطلاعات که علیه مقر و مخفیگاه تروریست ها در این دو استان رخ داد بازداشت شدند. بر اساس بررسی های انجام شده به دلیل وقوع همزمان خشکسالی و جنگ در نقاط مختلف جهان به ویژه جنگ اوکراین، قیمت جهانی مواد غذایی در جهان در سال 2022 به شدت افزایش یافته و رکورد تازه ای زد. در همین راستا سازمان خواربار کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد ضمن اعلام این مطلب افزود قیمت جهانی برخی کالاها مانند غلات و روغن‌های گیاهی حتی پس از 9 ماه کاهش پی در پی در سال 2022 به بالاترین میزان ثبت شده رسید و رکورد جدید را در تاریخ ثبت کرد و این موضوع باعث افزایش تورم و تشدید گرسنگی در سراسر جهان شد. کنود استوپی نماینده برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد علاوه بر 33 میلیون نفری که در اثر سیل ویرانگر پاکستان در تابستان گذشته خسارت دیدند 9 میلیون پاکستانی دیگر در معرض خطر فقر قرار دارند. وی با بیان اینکه پاکستان به سبب سیل از فصل کاشت بهره ای نبرده افزود قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی رو به افزایش است و ممکن است شمار افرادی که از ناامنی غذایی رنج میبرند دو برابر شوند که منجر به افزایش این تعداد از 7 میلیون به 14.6 میلیون نفر میگردد. منابع رسانه‌ای از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از متهمان و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر ایران خبر دادند. به گفته این منابع، این دو بازداشتی که در ماجرای کشته شدن روح الله عجمیان دست داشتند، صبح امروز اعدام شدند. کشورها و سازمانهای بسیار زیادی در جهان نسبت به اعدام متهمان و بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر ایران انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. سومین مرحله از سوخت زمستانی زغال سنگ توسط دفتر حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف بین نیازمندان توزیع شد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد رحمانی مسئول دفتر معظم الله در مزار شریف به خبرگزاری اخبار شیعه گفت این مرحله از کمک های سوخت رسانی زغال سنگ روز پنجشنبه 12 جمادی الثانی 1444 قمری در میان 440 خانواده یتیم و نیازمند توزیع گردید. لازم به ذکر است این عمل نیکوکارانه و انسان دوستانه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین علیها السلام انجام شد. شبکه تلویزیونی MM نیوز پاکستان گزارش تصویری از مهمترین صحنه های مذهبی جهان در سال 2022 میلادی منتشر کرد که عکسی از مراسم اربعین در میان این تصاویر از بهترین صحنه های مذهبی جهان امسال به شمار می آید. گفتنی است این تصویر که سپتامبر 2022 توسط سایر السودانی عکاس عراقی خبرگزاری رویترز گرفته شد، مراسم میلیونی اربعین داخل حرم امام حسین علیه السلام در سال گذشته را نشان می دهد.